سلام میکنم به شما بینندگان عزیز. سرخط امروز رو به اتفاق سایر همکارانم تقدیم حضورتون میکنیم. در هفته اخیر یکی از مهمترین تحولات در زمینه حسابرسی از رژیم آخوندی در مورد نقض حقوق بشر، گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران یعنی خانم عاصمه جهانگیر بود که در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد تحقیقات مستقل خودش رو در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 ارائه داد و همچنین گزارش مبسوطی هم از نقض حقوق بشر در سال جاری داد. در برنامه امروز همراه میشیم با ابوالحسن فولادوند و میپردازیم به گزارش گزارشگر ملل متحد. با سلام خدمت شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت همه بینندگان عزیز برنامه سرخط. خب ما بخش از گزارش گزارشگر ویژه در مورد نقض حقوق بشر در شش ماهه سال میلادی 2017 بود. اگه ممکنه بگید این گزارش حاوی چه نکاتی بود؟ ببینید، ابتدا خانم عاصمه جهانگیر یک گزارش مبسوطی نسبت به قتل عام سال 67 داد و فراخوانی که ایشون دادن برای یک تحقیقات جامع و مستقل نسبت به قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. بعد از اون در گزارش خودشون شروع کردن موارد نقض حقوق بشر رو، خصوصا همطور که خودتونم اشاره کردید در شش ماهه اول سال میلادی سال جاری 2017 گفتن که تقریبا تمام موارد نقض حقوق بشر در رژیم آخوندی رو ردیف کردن با آمار مستدل و متقن و که اجازه بدید بخشی از اون رو خدمتون و خدمت بینندگان عزیزمون بخونم از گزارش خود گزارشگر ویژه. ایشون میگن که من نسبت به نرخ اعدام‌ها در ایران نگرانم. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از شروع سال جاری یعنی همین سال 2017 435 تن اعدام شدند. در سال گذشته دست کم 4 متهم نوجوان اعدام شدند و 86 تن هم در صف اعدام هستند، هرچند که ممکن است آمار واقعی بالاتر از این باشد. ایشون در بخش دیگه از گزارششون گفتن از این فرصت استفاده می‌کنم تا بر فراخوانم به آزادی تمامی متهمان نوجوان که تحت مجازات مرگ هستند تاکید کنم و از مقامات رژیم ایران میخواهم که فوراً محکوم کردن کودکان به مرگ را لغو کنند. ایشون همینطور از مقامات رژیم آخوندی خواستند که مقدمات سفر و تحقیقاتشون به ایران رو، سفرشون به ایران و انجام تحقیقات اونجا رو فراهم کنند. همینطور خواستند که مجازات ها و در واقع اقدامات تنبیهی علیه کسانی که با استفاده از حق مسلم آزادی بیان یا آزادی عقیده و مذهب محکوم شدن و دستگیر شدن رو هم آزاد کنن و مجازات های اونها رو لغو کنن. بله، یکی از مباحثی که مطرح این هستش که رژیم مجموع جنایتش برمیگرده به دهه 60 و بعد از اون دیگه به اصطلاح اون روال و اون روند وجود نداشته. میخواستم اینم در این مورد گزارش گزارشگر آیا چنین روندی رو تایید میکنه یا اصلا حاوی چه محتوایی هست؟ در واقع این تبلیغات رژیم و حامیانش هست، ولی در این گزارش اتفاقا یکی از ویژگی های خیلی برجستش همینه که گزارشگر ویژه با این گزارشش اثبات میکنه که این رژیم همون رژیم قتل عام هست و ادامه همون رژیم هست، همون وحشیگری ها و جرم و جنایت هایی رو که علیه مردم ایران از سال 60 شروع کرده با همون شدت و حدت باز هم ادامه میده. اجازه بدید باز هم از خود گزارش خدمت شما بینندگانمون عرض کنم که دیگه در واقع مستند به گزارش باشه. خانم عاصمه جهانگیر گفته که گزارش های متعددی از شکنجه فیزیکی و روانی از جمله برای اعتراف اجباری در ایران وجود دارد. با تأسف میگویم که قطع اعضای بدن، کور کردن، شلاق زدن و استمرار استفاده از حبس های انفرادی طولانی مدت همچنان در ایران مستمرن اعمال میشود. من همچنین نگران گزارش های مستمر از جلوگیری از دسترسی بازداشت شدگان به رسیدگی های مطلوب پزشکی هستم و از جمله به کارگیری منع رسیدگی پزشکی به عنوان ابزاری برای مجازات. بله، این از گزارش گزارشگر ویژه. حالا اجازه بدید که در مورد اینکه آیا رژیم از سال 60 در سال 60 این اقدامات و جنایاتی میکرد و بعداً خوب شده، این رو از یکی از منابع رژیم هم جوابش رو بدیم. در خبرگزاری حکومتی ایسنا روز 8 آبان یکی از مزدورای رژیم به اسم حسن موسوی که مدیر کل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی رژیم هست گفته که
هر ساعت در ایران 49 نفر روانه زندان میشن. 49 نفر هر ساعت، 49 نفر که خود این مزدور گفته که این در حالیه که در سال 58 این آمار 10 نفر به ازای هر ساعت بوده. 58 اگر هر ساعت 49 نفر دستگیر کنن، در واقع مثلا در 24 ساعت، بله، در حدود 1100 نفر دستگیر میشن. و این در شرایطی که سال 58 جمعیت ایران در واقع یک دوم، شاید کمتر از یک دوم، یک سوم. محاسبه که کردی درسته، یعنی جمعیت ایران تقریبا دو برابر شده ولی آمار دستگیری ها 5 برابر شده. همین کارگزار رژیم که خدمتتون عرض کردم، یعنی حسن موسوی، گفته که الان بیش از 15,200,000 پرونده قضایی در حال رسیدگی وجود داره. برای مملکتی که 80 میلیون جمعیت داره، 15 میلیون پرونده در حال رسیدگی هست. بنابراین میبینید که گزارشگر ویژه در واقع خیلی با دستبستگی و فقط مواردی رو گفته که قابل دفاع باشه و قابل در واقع ارائه در محاکم بین المللی. از هر 5 نفر یا حتی کمتر یه نفرشون خلاصه پاش به این دادگاه و پرونده و محاکم قضایی میرسه. خب این قسمت از موضع‌گیری گزارشگر و این قسمت از گزارش چه واکنشی رو در رژیم برانگیخته؟ علی‌القاعده باید خیلی براش تلخ بوده باشه. بله دقیقا همینجور هست. بلافاصله بعد از اینکه گزارشگر ویژه گزارشش رو در کمیته سوم مجمع عمومی بیان کرد و اعلام بیرون شد، یک کور هماهنگ از تمام مهره‌های رژیم از صدر تا ذیل علیه گزارشگر ویژه شروع شد. همون نماینده رژیم در همون جا که اول گزارش در واقع اعلام موضع کرد، بعد بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه رژیم به سیاق تمام دیکتاتورهایی که تشت رسواییشون از بام میفته و افشا میشن و در مقابل حسابرسی قرار میگیرن، این گزارش رو با کلماتی مثل مغرضانه و فاقد اعتبار و مشروعیت در واقع تلاش کرد رد کنه. و همین بهرام قاسمی گفت که گزارش های گزارشگر ویژه بر پایه قطعنامه غیر عادلانه و غیر منصفانه مبنی بر اهداف و اغراض سیاسی و بدخواهانه معدودی کشورهای مشخص است. یا آملی لاریجانی سردشخیم قضایی رژیم هم 8 آبان به تلویزیون اومد و اون هم این گزارش رو بر مبنای اطلاعات مغرضانه خصوصا از طرف مجاهدین اعلام کرد. ده. البته کسی در واقع اهمیت نمیده به این ترهاتی که مقامات رژیم میبافن. در مقابل خانم عاصمه جهانگیر اتفاقا برای کسانی که در واقع گزارشات مستند رو به ایشون ارائه میکنن که بتونه همچین گزارش رو بده، در گزارشش قید کرده بود، اجازه بدید از خود گزارش باز بخونم. ایشون گفتن که میخواهم به افراد و سازمانهایی که برای مأموریت من گزارش ارائه میکنن ادای احترام کنم. بسیاری از آنها با نگرانی از عواقب آن این کار را انجام میدهند، یعنی همین محدودیت ها و بله. جنایت که رژیم داره، کما که میدونید بارها شده خیلی از افرادی که به گزارشگران ویژه یا مقامات سازمان ملل گزارش این جنایات رو میدن در واقع در معرض دستگیری قرار میگیرن، هدف انتقام جویی خود رژیم. بله، از جمله حتما هموطنانمون به یاد دارن که مجاهد خلق مهرداد کلانی که به گالیندوپول گزارشگر ویژه که به تهران رفته بود گزارش داد راجع به نقض حقوق بشر، بعدا در معرض دستگیری و اعدام قرار گرفت. و خانم عاصمه جهانگیر به همین ها اشاره میکنن. ایشون گفتن من گزارش های جاری و مستمر از آزار و اذیت، ارعاب و سرکوب مدافعان حقوق بشر دریافت کردم، همینطور عمیقا نگران گزارش های مربوط به حملات به مدافعان حقوق زنان و بکارگیری ابزاری مثل آزار و اذیت قضایی، بازداشت و کارزار بدنامسازی هستم. خانم عاصمه جهانگیر همینطور به اقدامات تلافی جویانه رژیم علیه خانواده های کسانی که در خارج کشور علیه حکومت آخوندی فعالیت میکنن هم اشاره کرده و گفته که من به مستندسازی و گزارش کردن این موارد ارعاب مطابق ماموریتم ادامه خواهم داد. در واقع این گزارش سنگینی بوده برای رژیم. بله دقیقاً، یعنی علاوه بر اینکه سال 60 و دهه 60 زیر سوژه هدف قرار گرفته بوده برای گزارشگر، بله دقیقاً، وضعیت فعلی هم، وضعیت فعلی و این قسمتی هم که من خدمتون عرض کردم حمایت از کسانی هست که گزارشاتی به گزارشگر ویژه میدن که بر مبنای اون گزارشات
میتونه چنین گزارش مستدلی رو در واقع تنظیم کنه که معنای این حرف چی هست؟ این هست که هموطنان ما میتونن تمام جنایات رژیم از جنایات جدید تا جنایات قدیم، قتل عام، کشتار فرزندان مجاهدین میهن که از سال 60 شروع شده تا به امروز رو، دستگیری ها، اینها همه رو به گزارشگر ویژه گزارش بدن، هر نوع عکس، مدرک، سند و هر چیزی در این زمینه دارن رو میتونن برای ایشون ارسال کنن تا باز هم با دست پرتر بتونه در واقع بگید شرایط جدیدیه. شرایط جدیدی هست دقیقاً. و اجازه بدید همینجا بگم که هموطنانمون برای اینکه گزارشاتشون بیشتر مورد استفاده قرار بگیره، خوبه که در همون محورهایی که گزارشگر ویژه گزارش تهیه میکنه بهش در واقع اسناد و مدارک رو برسونن. میتونید بگید چه محورهایی هست؟ بله، در گزارش گزارشگر ویژه مثلا به وضعیت نمایندگان اتحادیه کارگری بازداشت شده مثل آقای شهابی، یا وضعیت وخیم زندانیان عقیدتی که در اعتراض به غیرقانونی بودن بازداشتشون دست به اعتصاب قضا زدن، زندانیانی که 53 نفری که الان در گوهردشت هنوز در وضعیت نامشخص و در واقع یک قرنطینه درونی به کار به سر میبرن و هنوز برخی از اونها در اعتصاب قضا هستن. گزارش های نگران کننده درباره نقض آزادی بیان، عقیده و مطبوعات از جمله دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان شبکه‌های اجتماعی، اقدامات و قوانین تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه علیه زنان و دختران میهنمون، همینطور سرکوب و تبعیض علیه پیروان مذاهب مختلف و قومیت‌ها. در این زمینه‌ها الان یک امکان و فضای مناسبی هست و من باز هم از هموطنانمون خواهش و درخواست میکنم که هر نوع سند، عکس و مدرکی در این زمینه دارن به گزارشگر ویژه برسونن تا انشالله بتونیم صدای هممیهنان در بندمون و شهدا و کسانی که در طی این 38 سال رنج و شکنج تحمل کردن رو به گوش جهانیان برسونیم. بله، انشالله این امر محقق میشه. با تشکر از گزارشی که داشتی، بینندگان عزیز، سرخط رو ادامه میدیم.